101 پرسش از فرهنگ پرسش 19 آیا دیجیتالی شدن سبب فقر فرهنگی می شود؟ تصویر نوشتار در ابتدای دهه 1980 هنگامی که هنوز انقلاب اطلاعاتی و مفهوم شبکه‌ای و دیجیتالی شدن جهان چندان مطرح نبودند، رولان بارت، فیلسوف و منتقد ادبی فرانسه در کتاب امپراتوری نشانه ها پرانتز باز 1383 پرانتز بسته از بمباران نشانه ها نسبت به انسان ها در جهان مدرن سخن می گفت. می گفت نشان شناسی ملهم از نظریه های زبان شناسی دو سوسور پرانتز باز ساندرسن 2004 پرانتز بسته و یاکوبسون پرانتز باز کاتون 1978 پرانتز بسته در آمیزشی گاه و بیگاه با نظرات ملهم از روانکاوی جدید لاکانی در این دوره به اوج خود رسیده بود ولی پس از این دوره نشان شناسی نقد ادبی انسان شناسی جامع شناسی و فلسفه و در یک معنا همه علوم انسانی و اجتماعی خود را ناچار دیدند برای درک جهان جدیدی که زاده شده بود و با سرعتی شگفتانگیز رشد میکرد به یکدیگر نزدیک شوند و روی کردی چند رشته‌ای و جهانگرا را پیش بگیرند. در این روی کرد بسیار زود مشخص شد که برخورد و تحلیل انقلاب فناورانه جدید پرانتز باز انقلاب اطلاعاتی پرانتز بسته به دلیل شکل و محتوای کاملا متفاوت آن و به دلیل ارتباط تنگاتنگ تنگ آن با نظامهای شناختی و زبانشناختی نمیتواند صرفا بر اساس دوگرایی های تحلیلی انجام بگیرد که در تحلیل انقلاب های فناورانه بزرگ پیشین کشاورزی و سنتی و یا حتی ابداع های فناورانه دو قرن اخیر از جمله در حوزه رسانه ها پرانتز باز رادیو تلویزیون و غیره پرانتز بسته انجام بگیرد به عبارت دیگر ذات فازی و غیر دوگرای این انقلاب با وجود سادگی ظاهری دوتاییش یاد داشته یک که در نظام اش مشاهده می مانع از آن بود و هست که بتوان در این انقلاب لزوما امری مثبت یا امری منفی را دید و حتی برتری نسبی یک بود بر دیگری را مطرح کرد از جا می توان رابطه دیجیتالی شدن جهان با حوزه فرهنگ را نیز از مجموعی از روابط پیچیده تعریف کرد که اگر معلفه ما برای مثبت بودن خلاقیت و رشد کمی و کیفی مهارت های فرنگی باشد و برعکس هر دو نتیجه مثبت و منفی را میتوان از این انقلاب انتظار داشت. در واقع بسیاری از اندیشمندان جهانی شدن مانند آپادورای پرانتز باز 1996 تا 2000 پرانتز بسته کاستلز، پرانتز باز 1380 پرانتز بسته هاروی پرانتز باز 2009 پرانتز بسته هابس باوم پرانتز باز 1383 پرانتز بسته و غیره معتقدند آنچه انتظار ما را می کشد بیش از هر چیز به روی کرد خود ما یعنی به روی کرده جوامع مدنی در تداوم جوامع سیاسی دوران انقلاب صنعتی در برابر حوزه هژمانی اقتصادی سیاسی فناورانه بستگی دارد منطق موجود در این حوزه به گونه ای که در سی سال گذشته در عمل شاهد آن بوده ایم و نه به گونه ای که در گفتمان های شده اقتصادی پرانتز باز بازار آزاد و رفاع هرچه بیشتر پرانتز بسته یا سیاسی پرانتز باز گسترش بیپایان دموکراسی و آزادی های فردی پرانتز بسته و یا فناوران پرانتز باز دسترسی هرچه بیشتر سهلتر و پربارتر برای همه به فناوری های مدرن پرانتز بسته ارائه می شود منطقی عمدتا و نه همیشه تقلیل گرا بوده است که به ظاهر از پتانسیل تقریبا بیپایان پایان تکسر اکتفا می کند و آن را از لحاظ شکل در سطحی ترین معنایش اجرا می کند اما در واقع پتانسیل تکسر را کاهش می داد و الگوی یکسان سازی یا شبیه سازی را به مسابه الگوی جهانی اجرا می کند تا مارج سود را با تولید هرچه انبوه در بعد حداکثر رساند با این منطق بیشک فرهنگ نیز رو به سوی فقر می رود. مغلوب های فرهنگی که بر شبکه انجام می و خود را در برنامه های پایان نشان می دهند باز، گوگل، فیسبوک، توییتر، فلیکر، ویکیپدیا و غیره پرانتز بسته و حتی سیستم های عامل پرانتز باز، ویندوز، اپل و غیره پرانتز بسته و بسته های برنامه نویسی پرانتز باز لینوکس و غیره پرانتز بسته در حقیقت اشکالی تقلیل دهنده هستند که بر اساس منطق ترد یا داشته دو عمل می کنند یا های صفحه نبد. یک باینری سیستم دو اکسکلوژن این اشکال بر اساس منطق جزم یا یک قرار ندارند با وصف این همین ابزارها می توانند از یک قابلیت آمرانه و تقلیل دهنده در حد اکثر شدت خود که در منطق ذاتی آنها نهفته و لزوما حتی ابداع کنندگانش نسبت به آنها آگاهی ندارند پرانتز بسته به سوی قابلیتی در آزادی و افزایش تکسر تا حد اکثر در آن سوی طیف پیش شوند پرانتز باز و این میتواند باز هم با کمک ابداع کنندگان انجام بگیرد پرانتز بسته معنای این سخن آن است که جهان شدن می تواند یک دوزخ و یا یک بهشت باشد و کلید این امر در دست خود ماست موضوع جهان شدن نیازمند مباحث بسیار زیاد دیگری است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت ولی بیایی مندکی بیشتر به تعمیق در مفهوم دیجیتالی شدن و رابطهش با فرهنگ بیندیشیم مفهوم اساسی دیجیتالی شدن یعنی عددی شدن از منطق دوتایی رایانه‌ای میآید که همه چیز را به دو رقم صفر و یک یا جریان و نبود جریان الکترونیک یا دو حالت تبدیل می کند و همه مفاهیم و اشکال و دیگر پدیده ها را بر اساس روابط متعدد این دو عدد و تکرارهای آنها می سازد. در ابتدای دوره دیجیتالی شدن از این امر یک نتیجه گیری ساده شد که برخی از افراد تا امروز هنوز از آن برای نفی این نظام و فرایند استفاده می کنند. بر اساس این منطق دیجیتالی شدن به معنی نهایت سادگی بود و این هم به مفهوم نهایت کاهش و تقلیل اندیشه تا بی نهایت روز خود این هم را در مفهوم اسطوره نشان داده است و جایی که زبانشناسان صورتگرا از واج یعنی کوچکترین واحد زبانی صحبت میکردند او از واحدهای استوره ای یاد داشته دو پرانتز باز لوی استروس 1958 بسته به معنی کوچکترین واحد تقلیل ناپذیر ذات استوره ای که بر اساس آن ها روایت های گوناگون با کاربردها و روابط گوناگون ساخته می صحبت میکرد با وجود این فرایند دیجیتالی شدن نشان داد که چه از لحاظ فناوری با حرکت به سوی سیستم های فازی و چه از لحاظ رابطه انسان رایانه از طریق قرار دادن زبان و استفاده گسترده از آن به عنوان یکی از پلهای اصلی ارتباطی لزوما در جهان به سوی نفی سیستم های زبانی و زبانشناختی پیش نرفته ایم. یادداشت صفحه 91 یک، اینکلوژن دو، میت آنچه شاهدش بوده ایم میتواند به گونه معکوس این سیستم ها را تقویت کند امروز هرچند صنعت کتاب کاغذی با یک بحران واقعی روبروست ولی هرگز شاهد تولید چنین تعداد بیشماری از واژگان و از زبان در همه قالب های ممکن در حوزه رایانه ها نبودیم روابط رایانه ای از خلال کلمات نوشتاری یا صوتی تصاویر و نمادها منتقل می شوند که در همه این موارد سیستم های نشان شناختی و زبان شناختی باید به کار بیفتند و از این رو می توان نتیجه کرد که با افزایش این روابط لزوماً فرهنگ از کار نمیافتد. افتد هرچند که همواره این خطر وجود دارد که سطح آن رو به نزول و سقوط گذارد بنابراین میتوان مسئله را بیشتر به سطح مدیریت زبان یا شاید بتوان گفت مدیریت نشانه در سیستم های رایانه و شبکه‌ای که خود ابر سیستم های نشان شناختی هستند برد و امکان پیشرفت و شکوفایی فرهنگ یا سقوط آن را در چگونگی مدیریت این ابر سیستم ها در آینده نزدیک یا دور بابسته دانست.